نوبتی هم که باشه باید بریم یه سراغ آهنگ جدید رضا بهرام به نام هوای دل. دل 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 سلام به همه موزیک‌بازای خفن، چطور میتونین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون، کانال مستر چک. توی این ویدیو میخواییم با هم ریگه بریم سراغ جدیدترین آهنگ رضا بهرام به نام هوای دل، ببینیم که هوای دل چیه، دلش چه هوایی کرده، دلش هوای چی کرده. و 3 دقیقه و 44 ثانیه، آه ماشاءالله چه طولانی، امیدوارم پرقدرت هم باشه، از این آهنگایی نباشه که مثلا 4 دقیقه آهنگه بعد توش خواننده 1 دقیقه کلا میخونه. الان 3 دقیقه و 44 ثانیه، من توقعم اینه که 3 دقیقهش رو بخونه دیگه. توقع بیجاییه میدونم، ولی حالا میریم که بشنم ببینیم چجوریه. اگه تا ما رو سابسکرایب نکردی ممنون میشم که سابسکرایب کنی، زنگوله کنارش رو بزنی و با لایک و کامنتت از ما حمایت بکنی. دمت گرم، میریم که بشنویم این آهنگو. واه، 1 2 3. بابا باریکلا، از ثانیه 14 شروع کرد. به این میگن یه خواننده وظیفه شناسی، اصلا ثانیه ای رو هدر نمیده. ایول خدا چرا شکست قایقم، ای ماه من از قلب شب نرو، رسید جان من به لب نرو. اوه باریکلا باریکلا، من یه لحظه فقط سوسکی برم ببینم تنظیمش کیه. رضا بهرام، رضا بهرام، رضا بهرام بیا، رضا، رضا کوشی، رضا. تنظیمش حامد دهقانی، البته ترانه ملودیش هم حامد دهقانیه به علاوه به نام خدری اگر اشتباه نخونده باشم. ستارم داره توش، میثم ثقفی. میثم ثقفی کارش خوبه، ستار میزنه، خوب میزنه. بریم. اینجایی که میگه نرو خیلی قشنگه، نرو. واقعا تنظیمش رو دوست دارم، ترانش یکم ساده است ولی تنظیم و اجرای رضا بهرام واقعا خوبه. جان یکم گنگ برای من این جاهاش، انگار مثلا کامل نمیتونم بشنوم. برای شما هم جوریه این قسمتش؟ یه لحظه، من از هوای تو دست نمی کشم. قبلش حالا میگه نشانم بده، طوفانم، این داستانا کاری نداریم، چرا؟ خب من حفظ نیستم.
ولی حس میکنم تا قبل از این مثلا چی من از غم تو دست نمیکشم، آره اینجا شعرش هم نوشته، همچین انگار زبان شعر یکم ادبیه. ادبی منظورم این که خب مثلا نشان میشه ادبی به نظر من، نشون میشه محاوره. این نمیکشمه حس میکنم یه کلمه محاوره است، شاید میشد با یه کلمه دیگه جایگزین بشه که به من نوعی شنونده، به من شنونده نوعی اون حس دوگانگیه رو نده. نمیدونم، برای من اینجوری، گفتم شاید برای شما اینجوری باشه، خواستم صرفا نظرم بگم، ممکنه هم غلط باشه نظرم. بریم، انگار یه تناقضی داره. این آواهای بک وکال خیلی قشنگن، انصافا دمشون گرم که روی جزئیات کارم فکر کردن و وقت گذاشتن. بدیاشو میگیم، خوبیاشم بگیم دیگه. هی داد من، آه من، چشی راه من، یه حالت زمزمه واره. همون شد 44 ثانیه از آهنگ مونده، یعنی قرار نیست بخونی دیگه رضا. او جالب بود اینجا. اینجا تموم. هوای دل رضا بهرام انصافا جذاب بود، خدایی نمیشه اصلا عیب روش گذاشت، بجز اون چیزی که اونم باز من شک دارم اونو که مثلا از اون دوگانگی ایجاد شده یا نه. نمیکشم واژه ادبی نیست، مثلا نازت رو نمیکشم، غم تو دست نمیکشم، مثلا شاید باید میگفت من از غم تو دست بر نمیدارم. حالا من دارم مثال میزنم، ما مسلط نیستم به شعر که من برای اولین بار شنیدیم، ولی اینا میتونست باشه. حالا باز شما هم نظرتون رو بگین که این چیزی که برای من حس شد برای شما هم آیا اتفاق افتاد یا نه. همین دیگه، دمتون گرم، خیلی چاکرین، دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین، سابسکرایب و زنگوله و لایک و کامنت و اینا رو حتما بزنید و بنویسید، کامنت بذارید، دوستتون دارم، قربان شما، مثل چک. به مرتضی تو بگو بد خدا داشته باشی، به مرتضی علی با دندونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مالا ولت نمی کنم. تو داشی نهی تایتون گرم. آی انار انار بیا به بالینم شبنم گو